متجلي رحمت لي يا إلهي غير كمالي ساحل آراموس. بسم الله الرحمن الرحیم. در بین کتاب‌های معتبر و مختلف یک ادعیه‌ای گاهی پیدا میشه که این دعاها ما ازش غافلیم و به تبع در نتیجه این که از آثار او هم نمیتونیم استفاده بکنیم، خیلی معرفی نشده به ما و سند صحیح هم داره. یکی از اون دعاهایی که شاید اصلا کمتر شنیدیم دعای معراج. این دعای معراج از اویس قرن نقل شده. اویس قرن یک شخصیت بسیار والایی بوده. اویس قرن کسی بوده که به محضر پیغمبر نرسید ولی ذوب در پیغمبر شده بود و حتما بینندگان عزیز خوندن یا شنیدن واقعش رو. یک مادر بیشتر نداشت، یه دونه مادر داشت از کل داراییش. این مادر بیمار بود، اصرار کرد که در فواصل مختلف که مادر اجازه میدید من برم پیغمبر رو زیارت بکنم. فاصله زیاد بود تا یک زمانی، یک روزی نظر مادرش رو جلب کرد و رضایتش رو گرفت و با شتاب آمد مکه که به حضور رسول خدا برسه. اتفاقا پیغمبر مکه نبود و در یه رابطه کاری خارج از شهر بود. گفتن بمان پیغمبر میاد یا فردا میاد. گفت نمیتونم، من از مادرم اجازه گرفتم که امروز خدمت رسول الله مکه مشرف بشم و زیارتش بکنم، اجازه ندارم. و پیغمبر را بعد از سالها چشم انتظاری زیارت نکرد و برگشت. در نتیجه به یک امتیازات معنوی رسید اویس. نقل شده که اویس قرن هر روز در یه نقطه‌ای می ایستاد و به سمت مکه و به پیغمبر سلام میداد، السلام علیک یا رسول الله، و پیامبر جواب سلام اویس رو میداد، و علیک السلام یا عبدالله. این ارتباط سلام و جواب هر روز ثمره تبعیت از مادر اویس بود. اطرافیان میگفتن یا رسول الله کسی وارد نشد، به چه کسی جواب سلام دادی؟ فرمود یکی از دوستان ما به ما سلام کرد. این دعا رو اویس قرن از امیرالمؤمنین نقل میکنه و امیرالمؤمنین از پیامبر نقل کرده که پیامبر خدا فرمود این دعا بسیار آثار دارد، این دعا خیلی محتوای غنی و عمیقی دارد، اگر کسی با این دعا آشنا بشود از ثمراتش و از میوه این دعا میتونه بهره ببره. این دعا رو اگر کسی مرتب بخواند فقر از او دور میشود، اگر بخواند خداوند گناهان او را میامرزد، اگر این دعا رو در قرائتش مداومت داشته باشد خدا دعاش رو مستجاب میکنه. نفس انسان قرین میشه به اجابت درخواستهاش، خیلی معطل نمیشه. اگر این دعا رو در یک ظرف آبی بنویسد با زعفرانی، با یک محلولی، بعد آب بر رو بریزد و این دعا رو استفاده کنه و بخوره، خداوند اون بدن رو تندرست قرار میده، به بیماری های مختلف مبتلاش نمی کنه. این آثار دعا تا اینکه خداوند او را از هر زشتی در قیامت در امان می‌دارد. اثر دعای معراج است. خداوندگارا شب‌های قدر
شبهای رحمت و مغفرت است. در این شبها به تو پناه میبریم از ثروتی که موجب سرکشی میگردد، از فقری که باعث فراموشی تو میشود، از همسایه‌ای که انسان را آزار میدهد، از شماتت‌های دشمنان و از کنایه‌های دوستان. خدایا، خداوندا، از تو ایمانی را طلب می کنم که پیوسته در قلبم ثابت و برقرار بماند و یقین کاملی را می خواهم که بر تقدیر تو رضایت جویم. دعا اینجوری شروع میشه: بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم اینی اسألک یا من اقر بالعبودیت له کل معبود. بعضی دعاها نظم هم داره، منظوم است. بعد داره که و یا من یحمده کل محمود، و ادامه میدیم نیم صفحه دعاست. این دعا رو بخونید، در کتب ادعیه هست، با این دعاها آشنا بشیم، به برکت ماه رمضان آشنا بشیم. ماه مبارک رمضان برکات زیادی داره، یکیش هم اینه که ما رو با این دعاها آشنا میکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با دعاست که گرفتاری برطرف می شود. امام علی علیه السلام.